أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بعد از اینکه بسیاری از نعمت‌های الهی را نسبت به انسان برشمرد و اینکه اینها مسخر انسانند و تسخیر کننده اینها ذات اقدس اله است، نه خود انسان، و خداوند موجودات آسمانی و زمینی را برای انسان مسخر کرد و ضمناً هم اشاره فرمودند به اینکه توفیق بهره برداری از دریا و صحرا را خداوند به انسان عطا کرد، انسان شناسی شفاف و روشنی را طرح کرد. فرمود انسان یه حقیقتی است جدای از همه حقایق موجود در عالم طبیعت، از جماد که جداست، از نبات که جداست، از حیوانات هم کاملا جداست، یه چیز دیگری است. این چیز دیگر را در سوره مبارکه مؤمنون که قبلا آیش اشاره شد اونجا بیان کرد. فرمود به این که فلقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، آیه 12 به بعد سوره مبارکه مؤمنون. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، این اصل انسان، نسلش را، ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین. این جریان آفرینش نسل انسان همانند نسل حیوانات دیگر است، اونا که با تولد تکثیر نسل میکنن. نطفه است و در قرار معینی آرامی جا میگیره. بله، حالا اون تفاوت در ثم انشأناه خلقا آخر است که در آیه خواهد آمد. فرمود ثم جعلنا النطفة علقة، این در حیوانات هم هست، فخلقنا العلقة مضغة، این در حیوانات هم هست، فخلقنا المضغة عظاما، اینم در حیوانات هست، فکسونا العظام لحما، اینم در حیوانات هست. از اون به بعد تفاوت انسان از حیوانات روشن می شود. فمو ثم انشأناه خلقا آخر، ما او رو چیزی دیگر کردیم. اون چیزی دیگر از سنخ این امور طبیعی و طبیعی و فیزیکی و امثال ذلک نیست که بیان بکنند، اون یه چیزی دیگر هست. پس انسان یه حقیقت دیگری با اینها فرق میکنه. ثم انشأناه خلقا آخر، این یه مطلب. چون آیات بعضها یفسر و بعضا، مشخص میشود که معیار فضیلت انسان چیست و اون حقیقت چیست و اگر اون حقیقت را پاس ندارد چگونه صعود میکند. عمده آن است که اینجا فقط انسان یه چیزی دیگری با موجودات دیگر فرق میکنه. مطلب دوم آن است که تمام این ضمیرها به همون انسان برمی‌گردد. نفرمود وقتی جنین شد ما به او چیزی دیگر دادیم نظیر نفخت فیه من روحی. این نفخت فیه من روحی با روایاتی که دارد ارواح قبل از ابدان خلق شدن با اونها هماهنگند. اما این آیه می‌فرماید به این که ما همین انسان را چیزی دیگر کردیم، نه یه چیزی دیگر به او دادیم. اگر روح که چیزی دیگری از خارج به انسان افاضه و اضافه بشود با اون آیات نفخت و فیه من روحی هماهنگ است. اما این گونه از آیات می‌فرماید ما همین انسان را چیزی دیگر کردیم، ثم انشأناه خلقا آخر، این با مبنای جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا نزدیک خواهد بود. اون آیات با خلق الله و الارواح قبل اجساد نزدیک خواهد بود. کسانی که قائلند به این که نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، اون روایات رو هم قبول دارن، میگن اون روایات ناظر به وجود عقلی نفس است، این آیه ناظر به وجود نفسی نفس است. یه جمعی بین این طایفه از آیات با اون طایفه از روایات میکنه.
ولی به هر تقدیر ظاهر این آیین است که انسان چیزی دیگر شد، نه یه چیزی دیگری به انسان دادن. ثم اعتیناه شیئا آخر نیست، ثم انشأناه خلقا آخر، ما او رو چیز دیگر کردیم. اون چیز دیگر کیست به وسیله این آیه روشن نیست. خب خب حیوانات هم نطفهاشون با فرمونن، پرنده ها با خب بله، اون در آیه بشاره کنفل اموال و اولاد مشخص شد. اون در شاره کنفل اولاد که اندندکا اگر بسم الله بگن، آیه بخوانن، روایت بخوانن، دعا بخوانن، خیلی فرق بکنن. غذای طیب و طاهر باشه خیلی فرق بکنن. اون بیان نورانی حضرت که بر اون صحبت آدم نقل کرده که مال حرام یبین و فزوریه، که تا ذریه آدم مال حرام اثر داره، اون روایت هم که قبل نقل کردیم اونم اثر داره. اینا امور خارجی است که منشأ تغییر در انسان. اما خود انسان را ذات اقدس اعلام می‌فرماید ما این رو چیز دیگر کرده. مطلب دیگه این که فرمود لقد کرم نابنی آدم، این ناظر به انبیا و اولیا و امثال ذالک نیست، این ناظر به خود حقیقت انسان است. انسان اصولا یه موجود کریم است. به سرمایه خوبی ما بود دادیم، حالا اگر از این سرمایه استفاده خوب کرد که مشمول آیه سوره مبارکه آل عمران خواهد شد که گذشته از این کرامت ابتدایی که سرمایه است، یک کرامت کسبی هم دارد، یک کرامت موهبتی. آیه 33 سوره مبارکه آل عمران این است: ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین. اونا ممتازند دیگه، اولا علا کثیر ممن خلانا نیستن، اونا على العالمین افضلند. اینها اون سرمایه های اول رو حفظ کردن و راه فراوانی برای درآمد رو اون سرمایه طی کردن. بعض ذات اقدس اله موهبت های فراوانی هم به اینها عطا کرده است. اینا صفوت الله هم، مجتبای الهی هم و مشمول همین آیان ان الله اصطفى. پس آیه محل بحث ناظر به کرامت خود انسان است، یعنی این موجود گوهر گرانبهایی. حالا اگر خودشو به هدر داد یه راه، خودشو کامل کرد راه دیگر. این یه موجود گرانبهایی است و با حیوانات دیگر هم فرق میکند، با موجودات دیگر هم فرق میکند، اصلا چیزی دیگر است. ثم انشأناه خلقا آخر. مثل بعدی آن است که تکریمی که سوال تفضیل است، تکریمی که در چند آیه قلب بود در مقابل تفضیل نیست. این بیانی که سیدن استاد مرحوم علامه رضوان در تو المیزان داشتن که لقد کرم نابنی آدم بعد فرمود فضلناهم، فرمودن تکریم اون جنبه نفسی است، تفضیل اون جنبه نسبی است. فرمایشون در این بار است که تکریمی که در مقابل تفضیل قرار میگیرد، تفاوتشون این است، یکی امر نفسی است که این در ذات خودش گوهر گرانبهاست، یکی هم ناظر به آن است که نسبت به موجودات دیگر افضل است. فرمایششون این نیست که اصلا تکریم امر نسبی نخواهد بود و در مورد فضیلت های نسبی به کار نمی رود، زیرا در همین سوره مبارکه اسراء چند آیه قبل شیطان به ذات اقدس اله عرض کرد همین انسانی که کرمت علیه، قال ارأیت که هاذا الذی کرمت علیه، همین سوره مبارکه اسراء آیه 62، یعنی تو انسان را بر من گرامی داشتی. معلوم شود تکریم با تفضیل هم همراه است، می تواند امر قیاسی و نسبی هم باشد. ارأیت که هاذا الذی کرمت علیه، پس فرمایش ایشون ناظر بین است که اگر تکریم در قبال تفضیل قرار بگیرد، چون تفضیل قاطع شرکت است،
تفضیل غیر از تکریم است. اگر در مقابل تفضیل قرار نگیرد شامل او هم می شود. نظیر ارعیت که هازل لذی کرمت علی. مثل بعضی آن است که در اون نوبت قبل اشاره شد که کرامت از واژه های عربی مبین است که معادل فارسی او یا نیست یا بسیار کم است. چون کریم غیر از سخی است، کریم غیر از جواد است، چه این که کریم غیر از کبیر است و کریم غیر از عظیم است. یک برجستگی و وارستگی و جلال و عظمتی در معنای کرامت نهفته شده که انسان موجودی است کریم. و منشأ پیدایش کرامت انسان هم تعلیم خدای سبحان است که به اسم اکرم ظهور کرده است. در سوره مبارکه علق در بخش نخستینش این چین آمده: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، که مشابه همون بخشای اولی سوره مبارکه مؤمنونه. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. خب اگر خدای اکرم تعلیم میدهد یعنی درس کرامت میدهد دیگر. بر اساس تناسب و موضوع و عنوان مشیر اگر گفتند یک فقیه تدریس میکند یعنی درس فقه میدهد، اگر گفتند یک حکیم تدریس میکند یعنی درس حکمت میدهد، اگر گفتن اکرم تدریس میکند یعنی درس کرامت میدهد دیگه. خب خدای اکرم درس میدهد. اسمای حسنای الهی گاهی در اول آیه است، گاهی در آخر آیه. هر اسمی که در آیه ذکر شد، خواه در صدر آیه خواه در ساقه آیه، ضامن مضمون اون آیه است. یعنی محتوای اون آیه را اگر کسی بخواهد تحلیل کند، تعلیل کند، علت این محتوا همون اون نام مبارک خداست. اگر ذات اقدس اله از پذیرش توبه و عفو و گذشت سخن گفته است، آیه‌ای که محتوای اون بخشش و گذشت الهی است، اول یا آخر اون آیه این داره که ان الله غفور رحیم. چون یکی از اسمای حسنای خدا رحیم بودن است، غفور بودن است، از دغدغه ها میگذرد. یا اگر درباره السارق و السارقه فقط و ایدیه ما شد، در پایانش عزت خدا مطرح است نه مغفرت خدا. اونجا دیگه ان الله غفور رحیم نیست، اونجا ان الله عزیز و حکیم است. امثال ذالک وقتی در آغاز آیه دارد که خدای اکرم تدریس می کند یعنی درس کرامت می دهد، کرامتی که مال خودش است به انسان می دهد. پس انسان در کریم شدن میشه خلیفه خدا و سند کرامت انسان هم خلافت اوست. خب چرا انسان کریم است؟ برای اینکه خلیفت الکریمه و جانشین کریمه و خلیفه کریم کرامت دارد دیگر. اگر اینی جائلون فل ارض خلیفتن مطرح است و اگر انسان خلیفه کریم است، خلیفه کریم کرامت باید داشت. پس الانسانو کریمون لقوله سبحانه و تعالی لقد کرمنا بنی آدم. چرا انسان کریم است؟ لان الانسان خلیفت الله و کل من کان خلیفت الله فهو کریم لان الله کریم و خلیفت الکریم کریم. پس پشتوانه کرامت انسان خلافت اوست. ولی هنوز بحث به پایان نرسیده. پس انسان کریم است چون خلیفه کریم است. از این به بعد الخلافت ماهیه؟ الخلیفت من هوه. خلافت آن است که حرف اون مستخلف ام مطرح بشه، فرمان او حکم او مطرح بشه. خلیفه کسی است که کار مستخلف ام رو بکنه، پیام مستخلف ام رو بزنه برسونه. خب اگر کسی نان خلافت را خورد، احترام خلافت را مصادره کرد، حرف خودش زد، این کار میشه غصب، دیگه خلیفه نیست. وقتی خلیفه نبود کرامت ندارد.
وقتی کرامت نبود میشه قاسب، وقتی قاسب بود بهش میگن اولاک کل انعام بلهم ازل دیگر. چون این آیه که مربوط به انبیا و اولیا نیست، آیه که مربوط به انبیا و اولیا است همون آیه 33 سوره مبارکه آل عمران است که ان الله اصطفا. بنابراین یک کسی رو بیارم جانشینه یه من مبدع قدسی قرار بدم، این به میل خود کار بکنه، این میشه افرعیت من اتخذ الههو هوا، این دیگه خلافت رو غصب کرده، کرامت رو غصب کرده. پس انسان این چنین نیست که ذاتاً کریم باشد، او را معلم اکرم درس کرامت داده است، این یک. و این چنین نیست که کرامت را به او هبه کرده باشد بی مسئولیت، سند کرامت او خلافت اوست، چون خلیفت الکریم است، کریم است، این دو. و خلافت هم معناش این است که اون خلیفه کار مستخلف امر را بکنه، حرف مستخلف امر بزنه، دستور مستخلف امر بزنه. سه، حالا اگر نان کرامت خود احترام کرامت را غصب کرد و حرف خودش زد، میشه افرعیت من اتخذ الهه و هوا، این چهار. اونگاه به او تشر میزنن همونطوری که به شیطان تشر زدن، گفتن مالک انت تکبر فیها، فیها یعنی در این منزلت جای تکبر نیست، برو پایین، میخوای به میل خودت رفتار بکنی برو پایین، اینجا جای آدم بد نیست. نفرمود ما یکون لک انت تکبر، فرمود بالاخره ما اینجا آدمای بد جا نمیدیم. جاهایی هستن که افراد بد یه مدتی میتونن کار بد بکنن تا ما به حسابشون برسیم، ولی اینجا اصلا جا برای کار بد نیست. ما یکون لک انت تکبر فیها، این چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. جای دیگر ممکنه انسان متکبرانه و مستکبرانه رفتار بکنه تا در معاد به حسابشون برسد، و اما اینجا که نشأه کرامت است جا برای تکبر نیست، باید هبوط کنی. اگر کسی روی صندلی کرامت نشسته است، باید بداند این صندلی کرامت روی میز خلافت است. اگر کسی خلیفت الله است کریم است، و اگر کسی خلیفت الله است با طرفای مستخدفه نشو بزنه. اگر کسی قائم مقام یک مدیر کل است و امضای او خریدار دارد و محترم است، باید منویات او مدیر کل را انجام بده، نه اینکه میز مدیر کل رو غصب بکنه، مصادره بکنه، امضای از طرف مدیر کل بکنه، این حقوق رو بگیره، هر کار خودش رو بکنه، حرف خودش رو بزنه. پس بنابراین این لغت کردم بنابراین آدم مال انسان است به قول مطلق. خود انسان یه حقیقت جدایی دارد، اگر کسی این حقیقت رو حفظ کرد کم کم، یا در همون حد آیه 33 سوره مبارکه آل عمران میرسد به اون محض نائل میشود که ان الله اصطفى آدم و نوحا، یا نزدیک به اونها و شاگردان اونها میشود که طوبی له و حسن مآب، نشد، این سرمایه را هدر میدهد. چون سرمایه را هدر میدهد یا گرفتار عجبتین میشود، میشه اولئک کل انعام بل هم هزر، یا خوردن و نوشیدن و پوشیدن و اینا برای او مهم نیست، باند سیاسی و حزب سیاسی و فتنه های سیاسی و اینا برش مهم است، میشه شیاطین و انس و جن، نقش کشیدن و باند سیاسی بودن و مکر و حیله کردن و اینا برای او مهم است، میشه شیاطین و انس، یا از طرف حیله، یا از طرف عقل و شعب، یا از طرف لذائذ دیگر. به هر طرف برود میگن که اخرج ما لکون و انت تکبر فیها، این اولایک کلام حقیقت از شیاطین الانس و جن حقیقت است و مانند. خب پس سند کرامت خلافت است، و خلافت اگر درست عمل نشود این خطر رو دارد، اما اگر درست عمل شد چی در میاد؟ ذات اقدس اله انسان را خلیفه خود قرار داد، خلیفه خود قرار داد در آسمان ها، خلیفه خود قرار داد در زمین، خلیفه خود قرار داد در دریا، خلیفه خود قرار داد در دنیا، و مهمتر از همه و بالاتر از همه دو چیزی دیگه است، اینکه خلیفه خود قرار داد در اینکه معلم ملائکه بشود، یکی اینکه خلیفه خود قرار داد در اینکه بهشت را بسازد.
ساخت و ساز دنیا و برسازی و سدسازی از هر کسی برمیاد، اما بهش سازی کار هر کسی نیست. بهش که ساخته نیست که. در معراج وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این حدیث معروف است که وجود مبارک حضرت دید که این فرشته ها آجر های که لبنتن من ذهب و لبنتن من فضه با اون آجر ها دارن این قصرها و غرف مبنیه رو میچینن. گاهی میچینن گاهی آرام میشن. حضرت از فرشته ای که همراهش بود سوال کرد که این ملائکه که خسته نمیشن، چرا گاهی میچینن گاهی نمیچینن؟ عرض کرد اینا منتظر مصالح ساختمانی هستند، مصالح باید بیاد تا اینا بچینن. فرمود مصالح چیه؟ عرض کرد اعمال صالح، اذکار، عقاید، لا اله الا الله، سبحان الله، کار خیر، نیت خیر، اقدام خیر، هر کار خیری که انسان مؤمن انجام میدهد این لبنتن من ذهب و لبنتن من فضه آجر میشه. میدن به ملائکه اینا غرف مبنیه رو بشینن. هر انسان خلیفت الله هست در ساختن بهش. این مقام آن انسان. تو روایات ما هم هست که ارض الجنت قیام، عرصه را خدا داد ولی اعیان را انسان باید بسازه دیگه. اینطور نیست که اونجا ساختمانی باشه بیکار بعد بادم بگن به اونجا، میگن خودتون باید بسازید. اشجارش این طوره، غرف مبنیش این طوره. فرمود ارض الجنت قیان، این که بگیم بیابان قا انصفصفن همینه، قیان یه همچی بیابان رو میگن. فرمود سرزمین بهشت جای بازی چیزی توش نیست. اگر اشجار از شما میسازید، اگر عیون از شما میجوشانید و اگر غرف مبنی از شما میسازید، این میشه انسان. بسیار خوب. خیلی هم به مقصد میرسن دیگه. این اولین و آخرین دیگه شما حساب میکنید یه عده توشون ظالم و فاسدن، اما اکثری به طرف صلاح حرکت میکنن دیگه. غرض آن است که این بنی آدم اگر کرامت دارد به استناد خلافت اوست و خلافت او در کارهای جزئی مشخص است. کارای جزئی همون که تو سر مبارک یونس به جای دیگه فرمود، فرمود همال لذی انشأکم من الارض، که بحثش قبلا گذاشت، و استعمرکم فیها، خدای سبحان شما را از زمین رویانی. یک استعمار کرد. این استعمار از بهترین پاکترین واژه های قرآنی است. بعد وقتی به دست غاصبان و ظالمان افتاد از پلیدترین واژه ها در آمده. استعماری که قرآن به کار می‌برد و از مقدس‌ترین واژه‌های الهی است این است که ذات اقدس اله آسمان را با همه امکانات، زمین را با همه امکانات، دریا را با همه امکانات، سلسله جبال را با همه معادن نقد آفرید. انسان را هم آفرید و به جد از انسان خواست که این محدوده را آباد کند و آقای خود باشد. این الف و سین و ته منقوطه استعمره اون طلب شدید را میفهماند. و استعمرکم فیها، خدا مستعمر است، شما جزء مستعمرهای خدایید. از شما به جد خواست که کار کنید و آباد کنید. همه نعمتها را رایگان داد، اون عقل و هوش و مجاری ادراکی و تحریکی را هم رایگان داد. کلن انسان در کنار مائده و سفره الهی نشسته است. فرمود این نعمت، اینم مجاری ادراک و عقل، کار بکن، آباد بکن، آقای خود باش. این معنی استعمار قرآنی است. و استعمرکم فیها، همین واژه پربرکت به صورت نحسترین واژه در آمده. این بیگانه از جای دور حرکت کرده یا از اون طرف آب حرکت کرده، گفته همه این امکانات زمین مال شما، این منابع نفت و گاز مال شما، این دریا و صحرا مال شما، این هوش و عقل و خرد خدا داد شما مال شما، برای من کار بکنید رایگان و برده من باشید. این معنی استعمار. این از پلیدترین واژه هاست. خب خدا به جد از ما خواست که ما زمین را آباد بکنیم، آقای خودمون باشیم دیگه. نه محتاج کسی باشی، نه بیراهه بریم، نه راه کسی رو بندیم. اون میگه
از امکانات خودت برای من رایگان کار بکن، منشأش هم زوره. خب این یه بخش ضعیفی از خلیفۃ الله است، آباد کردن زمین. بعد هر انسان به معنی انسان، این کسی که دارای کرامت هست، یه وقت است که هبوط میکنه، سقوط میکنه، میشه کالانعام برهم ازل، نه هبوط میکنه، سقوط میکنه، میشه شیاطین الانس والجن، نه هبوط میکنه، سقوط میکنه، و ان منها کالحجار و اشد قسوتا، نه این گوهر دست نخورده خلیفۃ الله هست. این گوهر چون همیشه هم کل موردین یوردد و علال فطره و هنوز آلوده نشد و خداوندم از روح مربوط به خودش یعنی منصوب به خودش که اضافه تشریعی است به او داد، اونم یه چیز دیگر خلق کرد و کل این نظام را مسخر کرده است برای انسان. سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض. این گوهر، گوهر کرامت است و گوهر خلافت. اگر انشاءالله راه صحیح رفت، حالا به انبیا و اولیا و صدیقین و صلحا و شهدا نزدیک می شود، خلافت او شکوفاتر می شود. نشد، در حد مؤمنین عادی بود، خلافت او در حد ضعف است. این شخص هم زمین را آباد می کنه، هم کار و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لا یعلم میکنه، میشه لینذر قوم هم ازار رجعوا الیهم، میشه لیتفقهوا فی الدین، میشه جامعه را آباد میکنه، کشور را اصلاح میکنه، یا مشکلات مالی مردم حل میکنه، یا مشکلات فرهنگی مردم میکنه، میشه خلیفۃ الله. چون بسیار خوب، در کل جهان وقتی شما حساب میکنید میبینید اکثری به مقصد میرسن. نه خوباشون که اینجور نبودن، که خوباشون همونا بودن که موندن دیگه، بعد هم برگشتن یه عده زیادی به برکت خود اهل بیت. فرض این است که این گوهر را، حالا اون آیاتی که اکثرهم لا یعقلون اکثرهم لا یعقلون، به اون آیات برسیم، این اشکالات یا این سوال ها مربوط به اون آیات است. اما اصل این که ذات اقدس الهی این گوهر را آفرید، فقط این گوهر خیلی گرانبها، ما این گوهر گرانبها را دادیم، این گوهر و این چراغ به نور افکن را دادیم، حالا یک کسی مست می شود این چراغ می شکند، خب دیگه کل انعام و هم ازر، ولی ما به دست او گوهر دادیم. اگر چنون که انشاءالله راه صحیح طی کرد، این گوهر را به فعلیت رسوند، هم خلیفۃ الله می شود در دنیا، راه می سازد، مدرسه می سازد، حد می سازد و ده ها کار خیر انجام بدهد یا کارهای فرهنگی به مانند دارد. وقتی از اینجا منتقل شد به بهشت، اونجا را هم می سازد. اونجا تمام غرف مبنیه را همین بهشتی ها ساختن دیگه، همه درخت ها را همین بهشتی ها قرض کردن دیگه. معنای این که انسان خلیفۃ الله است این است. حالا یه وقت است که از همه این مؤمنین شما سوال بکنید، شما چجور شدید که به این مقام خلافت بار یافتید؟ گفت همه میگه ما حرف انبیا رو گوش دادیم، حرف ائمه رو گوش دادیم، و اونا میشن معلم این خلافا. اگر درباره نبوت گذشت، لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، یک. اگر درباره رسالت گذشت، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، دو. درباره خلافت این چنین است، درباره ولایت این چنین است، خلفا بعضها فوق بعض، اولیا بعضهم فوق بعض. از همه این خلفای ضعیف و متوسط سوال بکنید کی شما را در مقام خلافت حفظ کرد یا به مقام خلافت رسوند؟ میگن انبیا و اولیا. اونها که اون چهار گروهی که در سوره مبارکه آل عمران آیه 33 گذشت، اینا ممتازان جهان بشریتن. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. اما دیگران شاگردان هم هستن، اینا اگر در دنیا باشن یا کار فرهنگی میکنن یا کار عمرانی میکنن و مانند اون خلیفۃ الله هم. در آخرت هم این غرف مبنی را اینا ساختن، درختارم اینا ساختن، میشه خلیفۃ الله.
هم در دنیا خلیفت الله هم در آخرت خلیفت الله. حالا اگر این چنین شد، شما میبینید الان سخن از اخلاق پزشکی مطرح است، رعایت کردن شئون اسلامی در فن پزشکی مطرح است. امثال داده، ما نباید فکر کنیم انسان یه روحی دارد که این روح از کرامت در خود دارد، خلیفت الله هست و جدای از حقیقت انسان است. خیر، این حقیقت یه بدنی دارد که مرحله نازله این حقیقت است، یه روحی دارد که مرحله والای این حقیقت است. انسان دو حقیقت ندارد، یه حقیقت دارد. اگر یه حقیقت دارد، باید مجاری ادراکی و تحریکی او، حب او چیزی باشد که به اون کرامت و خلافت او آسیب نرساند. الان اون چی که تو غرب هست و هم اون سوقات به شرق هم سرازیر شده است، این است که اینا منتظرن در آزمایشگاه موش چه جوابی ببینن. هر چه در باره موشا جواب گرفتن، در باره انسان پیاده میکنن. اما خب با حقیقت انسان سازگار است، با روح او سازگار است، حلال و حرام با فرق میکند یا نه، در هوش او سازگار است یا نه، اینا برشون مطرح نیست. مشترکات دام و انسان میگن فراوان است، بیماری های مشترک. آیا واقعا همین است؟ یعنی روح انسان یه چیز جدایی است که بخش روانشناسی او رو به عهده میگیرد و قضاها و امثال ذلک جدایی از اون بخش روح است و مربوط به طبیعت است؟ یا نه، طب اسلامی معناش این نیست که بگیم لا شفا فی الحرام، ما از الکل بپرهیزیم، یا طب اسلامی معناش این نیست که ما طبیب زن برای بیماران زن داشته باشیم، استاد زن برای شاگردان زن داشته باشیم. اینا جزء شؤون فرعی است. طب اسلامی آن است که ما روح را بشناسیم حقیقتاً، بدن را بشناسیم حقیقتاً. انسان یه حقیقت است، نه دو حقیقت. بیماری طوری باید درمان بشد که با این یه حقیقت هماهنگ باشد. غذا باید طوری تغذیه بشد که با این یه حقیقت هماهنگ باشد. این میشه طب اسلامی، نه سرنویس کردن اون سرنسخه به بسم الله الرحمن الرحیم یا هو شافی یا زنها از مردها. اینا جزء وظایف مسلمین است، نه علم اسلامی. علم اسلامی هم از مبدا قابلی بحث میکند، هم از مبدا فاعلی بحث میکند. اگر سخن از زلزله است، میگوید چگونه زلزله پیدا شد، این بخارا یعنی چه، این گازها یعنی چه، این حبس ابخره یعنی چه، آزادسازی بخار یعنی چه. آیا راه همان است که حکیم سبزواری فرمود زلزله تل ارزه لحبس الابخره، یا راه دیگری دارد؟ این چگونه ها را دقیقا بحث میکند، چراها را هم بحث میکند، هم در اون چگونه ها هم در این چراها مبدع فائلی و قائلی را در نظر میگرد. یک، و عقل را چراغ شرع میداند، نمیگوید این علم علم بشری است. مرتب میبیند یک کسی دارد هدایتش میکند، دیگه نمیگه من 30-40 سال درس خوندم خودم زمین شناس شدم. یه نطفه چیون میتونه زمین شناس باشه؟ علم یکو نطفه تنمیم برای یه یمنا. یه حادثه ضعیف پیش بیاد، من هرچه خوندم هم از یاد من برد. عقل حجت شرعی است. اگر کسی تو روایات جستجو کنه حکمی رو بفهمه، میتونه بگه من 30-40 سال درس خوندم خودم فهمیدم. خب این روایات تو را هدایت کرده، این آیات تو را هدایت کرده، تو قدم به قدم به وسیله این چرا راه رفتی. حالا میگه من خودم فقیه شدم. همونطور که هیچ فقیه، هیچ مفسر، هیچ حکیم حق نداره بگه من خودم 30-40 سال زحمت کشیدم فقیه شدم، بلکه قدم به قدم این روایات تو را هدایت کردم، قدم به قدم این آیات تو را هدایت کردم. هیچ طبیب هم حق نداره بگه من خودم 30-40 سال زحمت کشیدم متخصص شدم، یا زمین شناس بگه من 30-40 سال زحمت کشیدم خودم زلزله شناس شدم، گسل ها رو میشناسم. قدم به قدم اون الهمه و فجوره ها و تقال هم ها و فجوره ها و تقبه ها تو رو در راهنامه میکنه. اینجا الهمه هست، اونجا انزله هست، فرق نمی کند. الهمه کار خداست، انزله هم کار خداست، علمه هم کار خداست، الهمه هم کار خداست. یک عالم دینی
هم چگونگی را در وظیفه در حوزه و قلمرو دین انجام میدهد، هم چرایی را. به هر تقدیر انسان این است و در این بخش از آیات ذات اقدس اله بنی آدم را مطرح میکند. این بنی آدم مطرح کردن سبقه خلافت دارد. یه وقتی که ما داد کرم در انسان، این تعلیق حکم بر وصف نیست تا مشعر به علیت باشد. اما یه وقت از کنان دقیق کرم نا بنی آدم، وقتی سخن از تکریم بنی آدم است، اون مشعر به علیت است که چون این سبقه خلافت دارد، راه خلافت رو طی میکند و امثال زاره. به هر تقدیر قرآن بر انسان یه چیز دیگری است. اگر کسی این گوهر را رعایت نکرد، همین یعکد و یمشی فی الاسواق شد، ان هی الا حیاتنا الدنیا شد، نموت و نحیا شد معاذ الله. ذات اقدس اله هم حساب او را از انسان ها جدا میکند، در مرز حیوانات قرار میدهد. کم نیستن آیاتی که وقتی سخن از خور و خواب است به انسان میگوید که ما این میوه ها را آفریدیم، یه قدی خودتون بخورید، یه قدی به داماتون بدید، متاعا لکم ولا انعامکم. این یک کلوا ورعوا انعامکم، اینا رو کنار هم ذکر میکنه. یا تو سوره مبارکه فاطر میفرماید بعضی هستن که رنگاشون با هم فرق بکنه، بعضی از کوها هستن، بعضی از راه ها هستن که اینا رنگاشون فرق میکنه. در سوره مبارکه فاطر آیه 26 و 27 و 28 این است: الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها فمن الجبال جدد بیض و حمر مختلف الوانها و غرابی بسود و من الناس و الدواب و الانعام مختلف الوانه قضاده. مردم هایی هستن که رنگاشو فرق میکنه، دام هایی هستن که رنگاشو فرق میکنه، سنگ هایی هستن که رنگاشو فرق میکنه. همین هست اینا رو که دیگه در ردیف ملائکه ذکر نمی کنن. شما تو بحث علم باب بهار میبینید وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه فرماد انسان وقتی در فضای علم قدم گذاشت، خدای سبحان نام علما را کنار ملائکه ذکر میکنند. این تو بهار تو بحث فضیلت علم هست. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. این بقیه گفته شد دیگه تو اون روایات نیست. به استناد اون تحلیل روایی میشه از این آیات هم این مطالب گرفت که گاهی مجاورت پیامدار است. اونجا مجاورت این علما با ملائکه پیام خاص داشت. این آیات یاد شدن بی پیام نیست. فرمود یه قدی خودتون بخورید، یه قدی به داماتون بدید. یعنی همینه دیگه. اگر فرمود متاعا لکم و لانعامکم، اگر فرمود کلوا ورعوا انعامکم، اگر فرمود من الناس و الدواب و الانعام مختلف الوانه، همینه. پس اگر اون کرامت را، اون گوهر را کسی حفظ کرد، مشمول آیه سوره مبارکه آل عمران خواهد شد، در ردیف ملائکه قرار میگیرد و اول ملائکه تو اولو العلم میشود. تو سالهای قبلم این بیان لطیف از بزرگان نقل شده است. این که برای مکلایی نقل کرده تو مقدمه معالم هم آمده، در خیلی از جوامع روایی ما هست که ملائکه پرهای خود را پهن می کند زیر پای طالبان علوم. ان الملائکه لتزعوا اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم. این روایت معنا شده است. فرشته ها پر پهن می کنند. پر پهن می کنند یعنی چی؟ یعنی شما هم مثل ما پر در بیارید. این خوب. مثل ما پر در بیارید که دیونزر قوم هم ازار رجه و الیهم به دنبال پروانه کسب و نان و آب. اون پر پر همین مرغاییست که به دنبال تالا برکت میکنند. فرشته با پرش چیکار میکنند؟ این زمستان و تابستان مهاجرت میکنند به طمع طعمه تالا حرکت میکنند. یا فرشته ها حرکت میکنند از جهت به بی جهتی، از طبیعت به فرا طبیعت.
اینا زیر بال پاهای ما پر پهن بکنن که به ما پر در آوردن، پرواز کردن و جهت یابی یاد بدن. پر در بیار، پر بکش، از طبیعت برو بیرون. وگرنه لازم نیست که ملک پخش کنند که اذان شده. الحمدلله.